اعزام نیروی بیشتر آمریکا به عربستان بعد از حمله رژیم به آرامکو. رسوایی رژیم آخوندی در انگلیس برای تأمین مالی گروه‌های تبلیغاتی. اعتراض زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه. Saudi Arabia is a long-standing security partner in the Middle East and has asked for additional support. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع آگاه گزارش داد آمریکا در نظر دارد شمار زیادی نیروی افسوده به عربستان اعزام کند. اعزام این نیروها به دنبال حمله 23 شهریور رژیم ایران به سایت‌های نفتی عربستان سعودی است. رویترز افزود واشنگتن و ریاض رژیم ایران را در این حمله مقصر می‌دانند. مایک پومپئو روز جمعه در پیامی نسبت به رویکرد رژیم ایران در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انتقاد کرد و گفت اگر رژیم ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پیوستن به استانداردهای جهانی ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم جدی بود، فوراً به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم می‌پیوست. تایمز لندن فاش ساخت یک گروه تبلیغاتی وابسته به حکومت آخوندی 1.2 میلیون پوند کمک مالی از بنیادهای خیریه در انگلستان دریافت کرده است. تایمز لندن نوشت این گروه که همسو با سیاستهای حکومت ایران عمل می کند، غرب را دشمن می داند و تحت حمایت جرمی کوربین رهبر کنونی حزب کارگر قرار دارد. به گفته تایمز لندن، کوربین این گروه را نماینده اسلام می داند. زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه به لغو ملاقات‌های حضوری زندانیان اعتراض کردند. گرداننده زندان مرکزی ارومیه تصمیم دارد از روز دوشنبه 20 مهر ماه تمامی ملاقات‌های حضوری زندانیان سیاسی را منتفی و ملاقات‌های هفتگی تلفنی جایگزین آن کند. وی مدعی شد این تصمیم را به دلیل جلوگیری از ورود مواد مخدر به زندان گرفته است. این اقدام باعث اعتراض زندانیان سیاسی شد و آنها تهدید به اعتصاب کردند. دشخیمان زندان ارومیه در وحشت از اعتصاب زندانیان از تصمیم خود عقب نشینی کردند و محدودیت ملاقات حضوری برای زندانیان بند سیاسی را منتفی و ملغا کردند. آخوند حمید رسایی عضو سابق مجلس ارتجاع و از باند خامنه‌ای سخنان روز چهارشنبه آخوند روحانی را ناقض قانون اساسی رژیم دانست و گفت این ادعا که ما در دوره اول مجلس شورای اسلامی هیچ رد صلاحیتی نداشتیم کذب محض است. وی افزود اظهارات روحانی علیه شورای نگهبان حکایت از آن دارد که از آنجا که دست وی برای انتخابات خالی است در تلاش است تا نظر برخی جریانات سیاسی را جلب کند. روحانی روز چهارشنبه گفته بود شما مجلسی بهتر از مجلس اول پیدا نمی کنید. حتی مجاهدین هم آمدند ثبت نام کردند. ولی شما مجلسی بهتر از مجلس اول پیدا نمی کنید. حتی منافقین آمدند ثبت نام کردند.